سلام، وقت همگی بخیر. خیلی از بچه‌ها این سوال میپرسن و ممکن براشون پیش بیاد، ماشین رو میبرن تعمیرگاه، حالا جلوی ماشین اینجوری میشه، پر از روغن میشه. خب قضیه چیه و چرا اینجوری میشه؟ اون روغن و اون گریسی که دست مکانیک داره که بهش میخوره باعث میشه روی رنگ بمونه و این شکلی بشه تقریبا. خب چه راهی هست که این کلن بره؟ ما کلن نیاز داریم به آب داغ، یه پارچه و پودر ماشین لباسشویی و پودر دستی برای شستشو. پودر ماشین لباسشویی رو با پودر شستشوی دستی قاطی میکنیم و قبلش یکم آب داغ اینجا میریزیم، میذاریم چند ثانیه باشه و پودرهایی رو که با هم قاطی کردیم رو میریزیم و با یه پارچه یه مقدار نمناکش میکنیم پارچه رو و دوباره میکشیم روی این سطح. بریم با هم ببینیم چطوری به راحتی بدون نیاز به فشار کارواش میشه این لکه ها رو برداشت. خب الان یه مقدار پودری که با هم قاطی کردیم رو میریزیم روی این سطح و میکشیم. خب حالا همینجوری که هست یه مقدار اون پارچه همون رو میذاریم روی یه قسمت دیگه از ماشین و یه مقدار آب روش میریزیم، آب داغ بریزید. الان آب داغ بود. خب بعدش پارچه رو دولا میکنیمش و اینجوری به این صورت شبیه توی دست باشه، از همین قسمت میگیریم و میکشیم. پارچه رو میذاریم کنار و شما میبینی که کلن چقدر تمیز شد این تیکه. من تا اینجا کشیدم و این تیکه رو نکشیدم هنوز، باید این تیکه رو براتون همین الان بکشم شما متوجه بشید. یه مقدار باید بیشتر بکشی، حالا انگوشی دستم نمیتونم زیاد فشار بدم، یه مقدار که بکشی کلن اوکی و تمیز میشه. الان من یه بار زدم، حالا دوباره باید آب بریزیم روی این سطح. اگر خیلی عمیق باشه دوباره که آب بریزید و یه مقدار پودر اضافه کنید کامل میشوره و با خودش میبره. بعد شما میتونید کل اون سطحی که روغنی هست مثل اینجاها کامل بزنی و ماشین تمیز میشه، مثل روز اول تحویلت میشه و نیاز نیست که ببری کارواش نانو. فقط دقت کنید که اون ذرات پودر برف که اینجا میمونه یا پودر ماشین لباسشویی باید آب داغ رو دوباره روش بریزید تا کلن اون پودر بره، چون اون پودر یه خاصیت اسیدی داره، ممکنه که به رنگ ماشین صدمه بزنه. اینجوری بریزید و کلن شسته میشه. خواستیدم بعد با یه پارچه دیگه دوباره روش رو بکشید کامل تمیز میشه. این بود از آموزش امروز که دیگه کارواش نانو هم لازم نیست ببرید. مرسی از نگاهاتون. لایک این ویدیو یادتون رو موفق و پیروز باشید.